سلام دوستان، همچنان محمدرضا حسینی هستم در کانال جنجال اسپورت. وای که عجب بازی بود، یعنی اصلا تموم شد دیگه. چیه این فوتبال اصلا؟ یعنی ته هرچی فوتبال اینه به خدا. تو 2 دقیقه روال تونست کامبک بزنه، چیکار کرد اصلا واقعا؟ یعنی هرچی فکر میکنم بیشتر به وحشتناکی و گنگ بودن این بازی و عجیب بودن این بازی واقعا پی میبرم. این روال امفست چیکار کرد با دل ما که حتی من که لیورپولی هم اصلا روال متنفرم، ولی اصلا فوق‌العاده بود بازی ها. چیکار کرد روال تو این فصل با دلهای ما فوتبال دوستان توی سانتیاگو برنابو؟ ما کانال در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازیه که تو اکثر بچه‌ها به خصوص فوتبال اتفاق میفته هستش. خواهش می‌کنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید، کانال من رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای من به شما نمایش داده بشه. واقعا اصلا آدم چی داره بره بگه. بریم چه اتفاقی افتاد تو این بازی؟ گلار کیا زدن؟ اصلا چی شد واقعا؟ چی شد؟ خب دوستان، از اول بازی مثل بازی گذشته رئال تو سانتیاگو برنابو دوباره جو وحشتناک و اصلا فوق‌العاده‌ای که طرفدارا ایجاد کرده بودن بود. همونطور که مشاهده می‌کنید از همون اول که انگار اتوبوس تیم میاد ورزشگاه، واقعا جو فوق‌العاده‌ای و اصلا یه حال اساسی فکرم همونجا به فوتبال رئال یا طرفدارشون به تیمشون میگن که اینقدر میتونه انگیزه داشته باشه رئال. به هر حال بازی شروع شد و تو نیمه اول حالا دو سه تا موقع داشتن تیما، ولی بازی خیلی متعادل بود و دیگه معمولی بود و اتفاق خاصی نیفتاد تا اینکه هم با ابتدای شروع نیمه دوم یه بخت عالی و وینیسیوس داشت که در جلوی دروازه توپو زد بیرون و هیچ اتفاقی بازم نیفتاد. بازی معمولی بود تا دقیقه همون 75 اینا 25 دقیقه موند به پایان که سیتی روی ضربه زیبای ماهرس تونستش گل اولو بزنه و بازی یکیش بشه. اینجا دیگه همه گفتن تمومه دیگه، میگم 15 دقیقه مونده بود و دیگه چی میگم، یکیش هم که سیتی جلو بود و اصلا بعد رئال دو تا گل میزد تازه بره وقت اضافه. من به شخص خودم گفتم تمومه. باز دقیقه 867 بود که چه موقعیت وحشتناکی داشت گریلیش، یعنی همه رو دیبر دروازه هم دیبر دروازه خالی و مندی توپو در آورد، فودی جلو پاش همونطور میبینین نتونستین توپو بزنه دروازه. وای یعنی چی شد اصلا؟ چرا فودی نتونست؟ فقط خودشو دیگه نمیبخشه. همونطور که میبینی فودن در یک قدمی دروازه نتونست توپو وارد دروازه کنه و همینجوری بازی داشت که تموم میشد دیگه. همه گفته بودن تموم شد و دقیقه 89-90 باز هم حاج کریم با یک ضربه پاس دیرنی و یک فرار خیلی قشنگ داشتش پاس رو فرستاد و گل اول رئال زد. و یهو من خودم میخکوب شدم، یه حسی تو دلم دارم چرا گفت رئال کامبک میزنه. و همونطور که مشاهده می‌کنید رودریگو گل دوم رئال هم زد به سیتی و در عرض 2 دقیقه سیتی که کل 90 دقیقه خیلی خوب بازی کرد و اصلا فوق‌العاده کار کرد، رئال قشنگ از کار انداخته بود و بنزما رو از کار انداخته بود، اصلا یهو متلاشی شد و یهو اصلا پاشید، وحشتناک بود دیگه. بازی در مجموع 5-5 مساوی شد، این بازی هم 2-1 رفت وقت اضافه و در ابتدای وقت اضافه هم حاج کریم یه پنالتی گرفت و خودش با مصمم و اتمامیت تمام رفت پشت ضربه، رفت پشت توپ و با ضربه خیلی قشنگ تونستش گل سوم رئال رو هم بزنه. و رئالی که این بازی هم 3-1 وای 3-1 شد اصلا، یعنی به خودم من توی گیج مونده بودم بگم چه این چیه این فوتبال، یعنی واقعا اونایی که فوتبال دوست ندارن دیگه چی از بچی ها دیگه دوست داشته باشن. باز تم آخره این وقت اضافه نیمه اول بود که ضربه سر و فودن زد، اون با دو قدم یه قدمی دروازه بود فرناندینیو نتونست، یعنی باید به خانه سالمندان دیگه واقعا اون ضربه نتونست گل کنه و دیگه مهر صعود رئال به فینال هم زد و رئال حالا باید بیاد فینال با لیورپول باز کنه. باز عجب بازیه با لیورپول، با لیورپولی که حالا من طرف داشتم به شخصه، ولی باید ببینیم چه بازی جذابی بشه. و خودم دوست داشتم رئال بیاد، حالا هم برای انتقام اون بازی 2018 که اتفاق افتاد، هم این که واقعا الان منچستر سیتی حالا به نظر من حالا کسایی که مثلا فوتبال دنبال میکنن سیتی الان با این باخت وحشتناکی داشتش حالا هم حالا لحاظ خستگی که به کنار، اینقدر حالا بازیکن خوب داره خستگی به کنار، حال روحیش یعنی تو دقیقه 90 اصلا 5-3 جلوی تو مجموع یهو میای دو تا گل میخورید تا دقیقه 92 میشه 5-5 هم
نیم وقت اضافه هم اول وقت اضافه هم میای گل سوم میخوره تموم میشه بازی. اصلا این اتفاق افتاد و حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد در ادامه لیگ قهرمانان. و اصلا از همین الان من منتظرم و همه شما هم قطعا منتظرین برای فینال، عجب فینال ببینیم و عجب بازی داشته باشیم در ادامه رقابت‌های لیگ جزیره انگلیس. خیلی ممنون از اینکه تا آخرین ویدیو با من همراه بودیم. ما کانالمون در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازیایی که تو اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هستش انگار میپردازیم. خواهش من اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید کانال من رو سابسکرایب کنید و نکمه زنگوله رو هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای من به شما نمایش داده بشه. خیلی دوستتون دارم، چاکرتونم، مخلصتونم و مرسی از اینکه تا آخری ویدیو با من همراه بودین. فعلا یا علی، خدافظ.